تو متأهل هستی یه وقت باردار نشی. اینجا تهرانه، اینجا باردار بشه اخراجت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا علیپور هستم، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران. رشته هوشبری خوندم دانشگاه تهران. برای ترهم که تعهد خدمت داریم ما بیمارستان امام خمینی بودم. 2 سال باید ما طرح اجباری رو بگذرونیم بابت تعهدی که در زمین رشتمون هسته. اوایل دوران تر سختی های زیادی داره. خب من تقریبا 1-2 ماه بود تحت فشار بودم. خب شیفت های سنگین میدن، دانشجوی طرحی هستی، باید بیشتر از همه کار کنی، بیشتر از همه ازت انتظار دارن. همون اوایلم هر از گاهی از مسئولینمون توی اتاق عمل میشیدم که تو متأهل هستی یه وقت باردار نشی، حواست باشه، مثلا اینجا جایی نیستش که بخوای باردار بشی. بچهای قبلی هر کی اومده باردار شده خیلی سختش شده، مثلا همکار قبلی اومده باردار شده. با شرایط کار ما اتاق عمل اعصاب بودم چون من خیلی کارش سنگین بود. میگفتن که مثلا نفر قبلی یه بارداری ناموفق داشته و همش منو توصیه میکردن که سعی کن تو این دوران باردار نشی، بذار مثلا بعد از طرح تو که طرح تو گذروندی با خیال راحت. اما خب همین استرسه به آدم وارد میشد دیگه، دست خودت هم نبود، نگرانی ایجاد میشد که مثلا با نفر قبلی چیکار کردن که اون بنده خدا بارداری ناموفق داشته. خانم من قبل از بیمارستان امام 3 ماه از ابتدای طرحش رو سال 98 توی بیمارستان شریعتی گذرانده بود. توی اون بیمارستان من خاطرم هست که پرسنل دفتر پرستاری بیمارستان شریعتی هم ابتدای هم با ایشون تهی کرده بودن که به صورت خیلی محکم، نه به صورت مثلا شوخی یا مثلا همینطوری رد شد، تهی کرده بودن که شما نباید باردار شید. تیر ماه 1400 متوجه شدیم که ایشون تقریبا 8 هفته است که باردار هستن. شرط ایشون خاص بود، پزشک متخصص زنان به ایشون استعلاجی داده بود و گفته بود که استراحت مطلق نباید کار بکنن، خصوصا کار توی اتاق عمل. تو همین فرایند کارشکنی انجام میشد، یعنی یک طوری که معاونت که دفتر پرستاری بیمارستان به معاونت درمان یا پاسخگو نبوده یا مدارک و ناقص میفرستده، در حالی که ما مدارک و کامل تحویلشون میدادیم، ناقص میفرستده که از اون طرف معاونت درمان از هر مرخصی، مثلا از مرخصی 1 ماه 2 هفتهش رو تایید بکنه. و اینجا یه حالتی پیش بیاد که بعد از 4-5 ماه دستاویز و بهانه‌ای داشته باشن برای اینکه ما رو اخراج کنن، انگار که مثلا از روز اول میدونستن قرار اینجور اتفاقی رو مثلا 4 ماه دیگه رقم بزنن. این اتفاق واسه ما افتاد، ما اقدام به شکایت کردیم. حالا جدا از این که مثلا این شکایت با مشاوره حقوقیش و غیره و غیره مثلا 1-2 ماه طول میکشه، خود فرایند بررسی و رسیدگی به این مطلب 8-9 ماه طول میکشه. یعنی احتمالاً بچه ما داره صحبت میکنه و اونها تازه نتیجه میگیرن که آیا اصلا این کار درست بوده یا نه. دیوان عالی عدالت داره. وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه و دانشگاه‌های تابعه به راحتی میتونن یک پرسنل طرحی رو حتی اگر خودشون توقف نزنن انقدر تحت فشار قرار بدن که این پرسنل خودش نیاد. یه خانومی قبل از من اومده بود که پزشکی میخوند، برگشت از همین عبارت استفاده کرد که خانم از وسط شهرستان بلند شده اومدی تهران، اینجا شهرستان نیست، اینجا تهرانه، اینجا باردار بشی طرحی باشی اخراجت میکنن. اینجا همینه، همه جای دیگه هم همینه.